عرض سلام و ادب دارم به محضر همه مخاطبان فارسی زبان و مخصوصاً عرض ارادت و سپاسگزاری دارم از دست‌اندرکاران و مسئولان مؤسسه فرهنگی هنری رسم کودکی که در واقع آغاز به کارشون تقریباً با این سلسله سخنرانی هاست. من امیدوارم که گردانندگان و مسئولان این مؤسسه در همه اهداف خودشون و علل خصوص در این هدف خاص، یعنی در تعمیق و توسعه اندیشه صلح، موفق باشند. به نظرم میرسه که هم تعمیق اندیشه صلح و هم توسعه اندیشه صلح، یعنی هم عمق بخشیدن به این فکرت و هم وسعت بخشیدن به مخاطبانی که میتوانند تحت تأثیر این فکرت قرار بگیرن، اهمیت فراوان داره در همه زمانها و به ویژه در زمان ما. واقعا اگر بشود در این جهت سروران کاری بکنند، کار بزرگی انجام دادند و من آرزوی موفقیتشون رو در این کار بزرگ و بسیار ارزشمند دارم. از من خواستند که درباره از چیستی صلح تا چرایی صلح سخنی بگم در محضر سرورانم. یکی این که اساساً صلح چیست؟ یعنی ماهیت صلح چیه؟ سرشت و طبیعت صلح چیه؟ و دوم اینکه چرا ما به صلح با همون سرشت و طبیعتی که ازش معرفی میکنیم نیازمندیم؟ حالا ما یعنی همه انسان‌ها، ممکن است در جایی نیاز بیشتر و ممکن است در جایی نیاز کمتر، اما به هر حال وقتی گفته میشه ما نیازمندیم به صلح، در واقع یعنی همه ما انسان‌ها، نه انسان‌هایی در یک جامعه خاص یا انسان‌هایی در فرهنگ خاص یا انسان‌هایی با ویژگی‌های خاص. اولاً بپردازم به مسئله چیستی صلح. من بدون اینکه قصد تفصیل داشته باشم، با دقتی که خودم کرده‌ام در مجموعه آثاری که درباره صلح نوشته شده، چه به صورت کتاب، چه به صورت رساله و چه به صورت مقاله، به نظرم رسید که همه آنچه درباره صلح میتوان گفت در واقع درباره شش پدیده است که همه این پدیده ها صلحند، اما هر کدام به معنایی خاص خودشون، هر کدام در کار برد و کار رفته ویژه ای صلحند. ما به همه این اقسام ششگانه صلح نیازمندیم. من این اقسام ششگانه رو برای اینکه از هم تفکیک بکنم میام و این تفکیک رو بر اساس موصوف های صلح قرار میدم، یعنی میخوام ببینم هر کدام از این ششتا صفت چه موجودی هند. از این شش نوع صلح، سه تاش صفت فرد انسانیه، دو تاش صفت یک جامعه خاصه و یکیش هم صفت مناسبات بین جوامعه. بنابراین این ششتایی که توضیح خواهم داد، ستای اولش ستایی است که توی فرد آدمی رو میتوان متصفت کرد به اینکه صلح داری یا صلح نداری، اهل صلحی یا اهل صلح نیستی. دو تاش صفت جامعه هاست که این جامعه اهل صلح هست یا اهل صلح نیست و دارای صلح هست یا دارای صلح نیست. و یکی یعنی ششمی صفت جامعه ها هم نیست، صفت مناسبات بین جوامع، ارتباطات بین جوامع. حالا من این ششا رو توضیح میدم. اولین معنای صلح معنایی است که در اونجا توی فرد متصف میشی به صفت صلح
و در درونت هم متصف میشی به این صفت. و اون وقتی است که تو در درون خودت آرامش داشته باشی. اگر شما در درون خودتون، در عالم ذهن و ضمیر خودتون، در عالم روان خودتون آرامش داشته باشید، اون وقت شما اولین معنای صلح رو در خودتون محقق کرده اید. صلح در معنای اولش یعنی آرامش درون، آرامش در ذهن و ضمیر، آرامش روحی. این آرامش برای اینکه برقرار بشه دو تا شرط داره و بنابراین کسانی که اهل این آرامش درونند کسانی هستند که این دو تا شرط رو در خودشون محقق کردند. یکی اینکه افکار یا احساسات و عواطف آرامش زدا نداشته باشند. اگر شما یا فکر آرامش زدایی داشته باشید یا احساس و عاطفه آرامش زدایی داشته باشید، در اون صورت در درونتون آرامش برقرار نخواهد بود. آرامش زدا اگر باشه، اون فکر یا اون احساس و عاطفه و آرامش شما رو زائل بکنه، خب طبعا آرامش درونی دیگه نخواهید داشت. این که چه افکاری آرامش زدایند و چه احساسات و عواطفی آرامش زدایند، این دیگه بحث تفصیلی میخواد که واقعا در این چند دقیقه من نمیتونم واردش بشم. ولی اجمالا عرض میکنم که پاره ای از افکار آرامش رو از انسان میستانند، پاره ای از احساسات و عواطف هم آرامش رو از آدمی سلب میکنند. برای اینکه من آرامش داشته باشم باید این احساسات و عواطف و این افکار رو نداشته باشم. این شرط اولی. شرط دوم برای اینکه آرامش درون کسی داشته باشه، باید با خودش در آشتی باشه. اگر من با خودم در آشتی نباشم، به این معنا که در حال سرزنش خودم باشم، در حال نکوهش خودم باشم، خودم رو ملامت کنم، دائما با خودم در حال کشتی گرفتن باشم، به خودم سرکوفت بزنم، خودم رو توبیخ کنم، خودم رو تخطئه کنم، در این صورت باز آرامش درون نخواهم داشت. بنابراین شرط دوم آرامش درون، بعد از اینکه من باید افکار یا احساسات و عواطف آرامش زدا نداشته باشم، باید با خودم هم در آشتی باشم، با خودم در جنگ نباشم. اگر این دو شرط در کسی محقق شد، این شخص اهل صلح. منتها اینجا صلح امری است اولا فردی، یعنی صفت توی انسان است، ممکن است دوست تو فاقد این صفت باشه، و ثانیا هم صفت درون توست، صفت ذهن توست. این یک. صلح یک معنای دوم داره که اونم صفت درون توست، ولی وقتی که درون با کسی در بیرون مواجهه پیدا میکنه، اگر من با دیگرانی که با اونها در زندگی اجتماعی سر و کار دارم، اگر اونها برای من مزاحمت یا آزار فراهم نکنند، در این صورت من آرامش به معنای دوم رو خواهم داشت. باز این آرامش در صفت درون منه، ولی اینجا دقت میکنید دیگه به تو هم بستگی داره. تو که بیرون منی، آیا برای من آزاری فراهم میآوری یا نه؟ و آیا مزاحمتی ایجاد میکنی یا نه؟ اگر کسانی که من با اون کسان سر و کار دارم برای من آزاری فراهم نکنند یا مزاحمتی فراهم نکنند، آزار و مزاحمت فرق میکنه. مزاحمت به این است که من میخوام به هدفی برسم، شما جلو رسیدن به هدف من رو میگیرید. اینجا ما تعبیر میکنیم به مزاحمت. من میخوام به مقصدی برسم، به مقصودی برسم، شما نمیگذارید من به اون مقصد و مقصود برسم. در اینجا گفته میشه که شما مزاحم منید. گاهی هم هست نه، مزاحمت ندارید برای من، اما آزار دارید برای من، آسیب دارید برای من. یه ضربه یا به جسم من یا به ذهن من یا به روان من دارید وارد میکنید. اگر کسی
چنان باشه که در محیطی که زندگی میکنه از ناحیه دیگرانی که با اونها در حال داد و ستده، با اونها در حال تعامله، در حال تفاعله، از ناحیه اونها نه احساس آزار بکنه و نه احساس مزاحمت بکنه. وقت این در درونش یه آرامشی داره. این آرامش دوم با اون آرامش اول که میگفتم فرق میکنه. اون آرامش اول مسئولش فقط کی بود؟ خودم بودم. خودم بودم که مسئول این بودم که این آرامش رو برای خودم فراهم کنم. چرا خودم فقط بودم؟ یعنی خودم بودم باید افکار و احساسات آرامش زدا رو از خودم باید بیرون می بردم. خودم بودم که با خودم باید آشتی می کردم. اما در این معنای دوم یه بخش عمده ای از آرامش من به کی بستگی داره؟ به کسانی که در اطراف منن و با من دارای تفاعل و تعامل و داد و ستد و کنش و واکنش متقابلند. خب این معنای دوم آرامش هم صفت من است، صفت فرده، صفت درون فردم هست. اما در این حال درون فرد از این لحاظ که فرد با بیرون ارتباط برقرار میکنه. یک آرامش سوم داریم که اونم صفت فرده ولی صفت بیرون فرده، برخلاف صفت اول صلح اول و صلح دوم که صفت درون من بود، اینجا صفت بیرون منه. اگر من با شما داد و ستد داشته باشم و دو شرط رو ما نسبت به یکدیگر رعایت بکنیم، یکی موافقت و هماهنگی با هم داشته باشیم، یکی احترام یکدیگر رو حفظ کنیم، حرمت یکدیگر رو نگه داریم، با این دو شرط من و شما در درونمون آرامش خواهیم داشت. اما دقت میکنید این احترام نگه داشتن به رفتار بیرونی ربط داره، این موافقت و هماهنگی کردن به رفتار بیرونی ربط داره. پس من معنای سوم صلح رو، معنای سوم آشتی رو آشتی میدونم که شخص در مناسبات اجتماعیش با دیگران داره. اگر من و تو که با هم در مناسبات اجتماعی ارتباط پیدا کرده ایم، اگر هم با هم هماهنگی و موافقت داشته باشیم و هم علاوه بر این حرمت متقابل یکدیگر رو حفظ کنیم، اون وقت در درون هر دوی ما یک آرامشی پدید خواهد آمد که این آرامش به معنای سومه. این آرامش به معنای سوم دیگه در درون من پدید میاد، ولی در اثر مناسباتی که من با دیگران دارم پدید میاد. تا اینجا ما از سه نوع صلح، از سه نوع آرامش سخن میگفتیم که صفت افراد بود. اما دو نوع صلح هم وجود داره که این صفت افراد نیست، صفت جامعه هاست. اینجا دیگه نمیشه فرد آدمی رو متصف کنند به صفت اهل صلح بودن یا اهل صلح نبودن، دارای صلح بودن یا دارای صلح نبودن. اینجا دیگه باید جوامع رو متصف کنیم به اینکه صلح دارند یا صلح ندارند، اهل صلحند یا اهل صلح نیستند. خب این دو معنا رو هم عرض کنم. اولین معنا اینه اگر در جامعه ای نظم و امنیت برقرار باشه، این دو صفت، اگر این دو صفت برقرار باشه، یکی نظم و دیگری امنیت، میگن این جامعه ایست در حال صلح. عنایت میکنید؟ من برای اینکه اینو یکم روشن بکنم، آرمان های اجتماعی، یعنی آرمان‌هایی که یک جامعه باید بره به طرف این که اون آرمان‌ها رو در خودش محقق کنه، این آرمان‌ها هستن. یکی نظم، یکی امنیت، یکی رفاه، یکی عدالت، یکی آزادی و یکی هم صلح. این شش تا صفت، صفت جامعه آرمانی هست. وقتی میخوایم جامعه رو آرمانی بدونیم یا ندونیم، یا بخوایم فاصله یک جامعه رو با وضع آرمانی خودش تصویر کنیم، یا مقایسه کنیم این جامعه رو با این جامعه که آیا این جامعه آرمانی تره یا این جامعه آرمانی تره، باید ما در این شش صفت جامعه ها رو ملحوظ قرار بدیم، نگاه به این شش صفتشون بکنیم. یکی این که ببینیم آیا در این جامعه نظم برقراره یا نه، این یک. دوم امنیت برقرار یا نه، این دو. سوم رفاه
وجود داره در جامعه، جامعه جامعه مرفهی است یا جامعه مرفهی نیست؟ چهارم، آیا جامعه از عدالت برخورداره یا نه؟ پنجم، آیا جامعه از آزادی برخورداره یا نه؟ و ششم هم، جامعه از صلح برخورداره یا نه؟ این شش تاست. اگر جامعه از این شش تا ویژگی برخوردار باشه، میگیم این جامعه جامعه آرمانی. البته بعضی از متفکران هفتمی و بعضی از متفکران دیگه حتی هشتمی هم بر این شش تا افزودن. بعضی گفتن علاوه بر نظم و امنیت و رفاه و عدالت و آزادی و صلح، گفتن یه چیز دیگه هم در جامعه باید باشه و اون برابریه، ولی بعضی دیگه این ویژگی رو قبول ندارن. و بعضی یه چیز هشتمی هم گفتن برادری، و بعضی باز این ویژگی هشتم رو دیگه لازم ندونستن. ولی به هر حال این آرمان‌های شش یا به تعبیر هفت یا به تعبیر هشتگانه آرمان‌های اجتماعی هست. یعنی جامعه ها رو باید بر اساس این آرمان ها و ترازوها و سنجه ها و معیارها و ملاک ها وزن کرد و بهشون امتیاز داد و با هم مقایسه شون کرد. حالا در میان اینها جمع بین نظم و امنیت اگر در جامعه وجود داشته باشه، میگن این جامعه صلح داخلی داره. اگر جامعه درش نظم برقرار باشه، نه آشفتگی و بی‌نظمی، و یکی هم علاوه بر نظم امنیت هم برقرار باشه، ناامنی برقرار نباشه، وقت جامعه‌ای رو که این دو تا صفت رو داشته باشه میگن جامعه است دارای صلح داخلی. اینجا این صلح به معنی چندم، در واقع به معنی چهارمه. این معنی چهارم صلحه که اولین صلحی است که صفت جامعه است. حالا حافظ این صلح یا موجد این صلح چیه؟ صلح داخلی را، یعنی نظم و امنیت رو، چه چیزی در جامعه ایجاد میکنه و چه چیزی در جامعه استمرار میده و حفظ میکنه و چه چیزی حتی در جامعه اینو افزایش میده؟ اینجاست که نظریات مختلفی وجود داره. بعضی گفتن فقط این کار به عهده قانونه، بعضی گفتن به عهده قانون نیست، به عهده خود آداب و رسومی است که در جامعه وجود داره. خود آداب و رسوم در جامعه میتونن یک جامعه رو نظم بهش بدن یا نظم بهش ندن، امنیت بهش بدن یا امنیت بهش ندن. این هم بعضی گفتن که احتیاج نیست که قانون لزوماً باشه، میشه و تصور میشه کرد که یه جامعه ای نه این هم نداشته باشه، قانون هم نداشته باشه، ولی نظم داشته باشه، امنیت داشته باشه. و بعضی هم گفتن افکار عمومی است که ایجاد میکنه نظم و امنیت رو و جامعه رو دارای ویژگی صلح داخلی میکنه. بعضی گفتن که این ویژگی صلح داخلی رو نمیشود فقط از قانون خواست، بعضی گفتن نمیشه از آداب و رسوم خواست، بعضی گفتن نمیشه از افکار عمومی خواست، باید از دو تا از اینها بخوایم یا از سه تا از اینها بخوایم. نظریات مختلفی که وجود داره. به هر حال جامعه‌ای که درش نظم وجود داره و امنیت وجود داره، این جامعه هم دارای صلح، این یک صلح داخلیه، یعنی صلحی است که در خود جامعه هست. یک معنای پنجم صلح وجود داره که اونم صفت باز جامعه است، اما اون به نظم و امنیت کاری نداره. گفته می شود جامعه‌ای دارای صلح است که درش آشفتگی و هیاهو به حد اقل برسه. میشه یه جامعه نظم داشته باشه، امنیت هم داشته باشه، ولی همیشه درش هیاهو باشه، همیشه درش نوعی آشفتگی باشه. چرا؟ چون این که هیاهو وجود داشته باشه یا نداشته باشه و این که آشفتگی وجود داشته باشه یا نداشته باشه به افکار و احساسات و عواطف شهروندان جامعه بستگی داره. اگه اختلاف نظر بین شهروندان یک جامعه از یه حدی بیشتر شد، این جامعه دیگه آشوبناکه، ولو درش امنیت هم برقرار باشه، ولو درش عرض کنم که نظم هم برقرار باشه، ولی آشوبناکه، یعنی در آستانه این است که به یک وضع نابهنجار دچار بشه.
اگر عواطف مردم غلبه بکنه بر عرض کنم که عقلانیتشون، این جامعه پر از هیاهو میشه. جامعه هایی که بتونن فتیله هیاهو رو در خودشون به حد اقل پایین بکشند و از اون طرف فتیله آشفتگی رو پایین بکشند، وقت این جامعه ها رو میگیم اینها دارای صلحند. برای اینکه فتیله هیاهو پایین کشیده بشه، باید شهروندان عقلانیتشون رو حاکم کنند بر احساسات و عواطفشون. هرچه احساسات و عواطف بر عقلانیت غلبه بکنه، هیاهوی اجتماعی بیشتره. و از اون طرف برای اینکه آشفتگی اجتماعی کم بشه، باید شهروندان افکارشون رو بتونن با گفتگوی متقابل به هم نزدیکتر و نزدیکتر و نزدیکتر کنن. اگر اختلاف فکری بین شهروندان یک جامعه از یه حدی بیش جلوتر رفت، به طوری که مثلا من خودم رو تمام حق بدونم و شما رو تمام باطل بدونم، شما هم خودتون رو تمام حق بدونید و من رو تمام باطل بدونید، در اینجا اگر در این جامعه نظمم برقرار باشه، امنیتم برقرار باشه، جامعه صلح به معنی پنجم رو نخواهد داشت. چرا؟ چون جامعه مستعد آشفتگیه، این جامعه. بنابراین ویژگی پنجمی، ببخشید عذر میخوام، معنای پنجمی، نوع پنجمی که قائلیم برای صلح، صلحی است که صفت یک جامعه است و اونم جامعه است که حتی المقدور فتیله هیاهو و فتیله آشفتگی درش به حد اقل پایین کشیده شده باشه. این هم خدمتتون عرض کنم که نوع پنجم صلح. نوع ششم صلح، یه گفتم صفت جوامع هم نیست. دیگه نمیشه جامعه ایران، جامعه ژاپن، جامعه آمریکا یا جامعه فرض کنید که چین. اینجا صفت روابط بین حکومت‌هایی است که در جوامع برقراره. این صلح ششمه که معمولا ازش تعبیر می‌کنن به صلح بین المللی یا صلح بین الدولی. و اون اینه که یک جامعه حکومتش با حکومت یک جامعه دیگر با هم نه دشمنی داشته باشند و نه به طریق اولا جنگ. اگر حکومت دو تا جامعه با یک دیگر، این دو تا حکومت، این دو تا نظام سیاسی، این دو تا رژیم، اگر با یک دیگر یا خصومت داشته باشند، عداوت داشته باشند، یا دیگه بالاتر از اون اصلا با هم در حال جنگ باشند، وقتی اینجا دیگه صلح وجود نداره. این صلح صفت مناسبات بین المللیه، روابط بین المللی و بین الدولیه که بین دولت‌ها و ملت‌ها این عدم صلح ناشی از اینه که یا خصومت و عداوتی بین دو حکومت هست و یا اصلا جنگی هست. خیلی وقتا هستن حکومت ها 50 سال 100 سال با هم اصلا جنگ نمی کنند، ولی عدو هم هستند، خصومت با یکدیگر دارند. خب در اینجا ما باید بگیم جامعه های که حکومت هاشون با هم اینجوری هستند دستخوش صلح نیستن، یعنی روابط با جوامع دیگرشون روابطی آرام نیست، روابطی همراه با آرامش و یا آرامش آور نیست. خب ما در واقع وقتی میگیم صلح میخوایم، این شش تا رو میخوایم. در اینجا نکات ظریفی وجود داره. اولا آیا بین این شش تا نظام طولی برقراره یا نظام عرضی برقراره؟ کدوم یکی از این دو تاست؟ یعنی آیا این شش صلحی که من گفتم مثل دندانهای یک شانه در عرض همند؟ توجه میکنید اگر دندانهای یک شانه رو در نظر بگیرید، اگر دندونه سوم یک شونه شکست، دندونه چهارم سر جاشه. اگر دندونه دهم شکست، دندونه هفدهم سر جاشه. چرا؟ چون دندونه‌های یک شونه با هم نظام عرضی دارن و چون نظام عرضی دارن میتونه یکیشون بره بقیه بمونند، دو تاشون برن بقیه بمونند. آیا واقعا این شش معنای صلح اینجوری هست که نظامشون نظام عرضیه؟ یعنی میتونه یکیشون باشه دو تاشون نباشن، یکیشون بره اون دو تا ستای دیگه باقی بمونن. آیا اینجوره یا نظامشون نظام طولیه؟ یعنی یک نظام تولیدی بینشون برقراره که یکی دیگری رو تولید میکنه و بنابر اگه این یکی بره، اون دیگری هم که تولید شده اینه خواهد رفت.
در اینجا نظریات مختلفه. خود من شخصا بدون اینکه بخوام البته نظر خودم رو لزوما نظر صائب و درستی بدونم، من معتقدم که نظام طولی برقراره بین این شش معنای صلح. یعنی یکی از این معانی معنای دوم رو ایجاد میکنه، دومی سومی رو ایجاد میکنه، سومی چهارمی رو ایجاد میکنه، چهارمی پنجمی رو ایجاد میکنه و پنجمی ششمی رو ایجاد میکنه. خب حالا کدوم رو تولید میکنن؟ به همون ترتیبی که گفتم این شش تا رو به نظر من، و این شش تا رو بر اساس نظام طولی عرض کردم. من معتقدم که این شش معنایی که گفتم اگر اولی وجود پیدا کرد دومی میتونه وجود پیدا کنه، و اگر دومی وجود پیدا کرد میتونه سومی وجود پیدا بکنه، و اگر سومی وجود پیدا کرد میتونه چهارمی، و اگر چهارمی پنجمی، و اگر پنجمی ششمی. و این میدونی معناش چیه؟ معناش اینه که هر کدام از این انواع ششگانه اگر رفتند بعدیهای خودشون رو به خودشون میبرند. اگر مثلا معنای چهارم صلح از میان رفت، دیگه نمیتونید انتظار داشته باشید که معنای پنجم و ششم صلح تو جامعه وجود داشته باشه، چون علتی بوده رفته، و وقتی علت بره معلول میره، وقتی معلول بره معلول معلول هم میره. عنایت میکنید؟ یعنی یک نظام طولی برقراره. اما متفکرانی قائلن نه، نظام عرضیه، این ششتا ربطی به هم نداره. میتونید اولی رو داشته باشید، سومی و چهارمی رو داشته باشید، ولی دومی و پنجمی و ششمی رو نداشته باشید. نظام در واقع طولی برقرار نیست. من به این کار ندارم. ولی اگر ما که میگم، یعنی ما مثلا در همین مؤسسه فرهنگی هنری رسم کودکی بخوایم به جد این مسائل رو باش مواجه بشیم، این مسئله هم یه مسئله است که از متفکران کشور باید استمداد کرد که دربارش واقعا تحقیق صورت بگیره و ببینیم آیا این شش تا نظامشون طولیه یا نظامشون طولی نیست، یا بین بعضی و بعضی نظام طولی برقراره و بین بعضی و بعضی دیگه نظام عرضی برقراره. در باب این که ما به هر شش تای اینها نیازمندیم البته هیچ گونه شکی نیست. من در یک سخنرانی دیگری گفتم که چرا معتقدم اولی مادر پنج تای بعدیه، که این یعنی اگر من با خودم در آشتی باشم، اون وقت دومی و سومی و چهارمی همینطور به ترتیب دنبال هم پدید خواهند آمد. اما در این که ما به هر شش تا اینها نیازمندیم، ولو بعضی وقتا ضرورت‌های اجتماعی یکی رو در نظرمون بزرگتر جلوه میده. مثلا در وضع کنونی جهان به نظر میاد صلح بین المللی که صلح ششم بود خیلی به نظر بعضی ها مهمتر جلوه میکنه. ولی با این همه میخوام بگم به هر ششتاش هر جامعه نیازمنده. حالا ولو ممکنه جامعه با جامعه دیگری در اولویت بندی این ششتا با هم فرق بکنن و به نظرشون بیاد که ما اولویتی قائلیم برای این ششتا و ترتیب اولویتی قائلیم که یه جامعه دیگه ای ترتیب اولویتی دیگری قائل. این در باب در واقع چیستی صلح به صورت خیلی مختصر عرض کردم. اما یه بحث دوم وجود داره و اون چرایی صلحه. ما چرا به صلح نیازمندیم؟ هنات میکنی؟ چرا بر اندیشه و فکرت صلح اینقدر تأکید میشه؟ چرا متفکری مثل کانت این همه اهتمام داشت به یک صلح پایدار جهانی؟ هنات میکنید؟ حالا ولی او به یکی از انواع این صلح ها خیلی اهتمام داشت، ولی اساساً هر کسی به صلح میاندیشد و برای صلح اهمیت قائله، فارغ از اینکه به کدام یکی از این انواع ششگانه صلح اهمیت بیشتری قائل باشه، اساساً باید این سوال جواب بده که چرا صلح مهمه، چرا اهمیت داره. جواب‌های فراوانی داده شده، ولی جوابی که من می‌خوام عرض کنم اینه: به دلیل اینکه سایر آرمان‌های اجتماعی فقط به شرطی تحقق پیدا می‌کنن که ما صلح رو داشته باشیم. اگر در جامعه ای صلح وجود نداشته باشه، سایر آرمان‌های اجتماعی نمیتونن تحقق پیدا کنن. دقت می‌کنید؟ یعنی اگر در جامعه ای شما صلح نداشته باشید، امنیت نمیتونید داشته باشید، عدالت نمیتونید داشته باشید، آزادی نمیتونید داشته باشید، برابری نمیتونید داشته باشید، برادری نمیتونید داشته باشید. و این میدونی معناش چیه؟ معناش اینه که انسان چنان ساخته شده
که به محض اینکه با دیگری وارد تعارض شد دیگه نمیتونه اخلاق رو رعایت کنه و وقتی نتونست اخلاق رو رعایت کنه دیگه از عدالت خبری نیست، دیگه از آزادی خبری نیست، دیگه از برابری خبری نیست، دیگه از برادری خبری نیست. ما انسان‌ها چنان ساخته شده ایم، یعنی ساختار جسمانی، ذهنی، روانیمون چنانه که اگر من با شما وارد رقابت شدم و بعد از رقابت وارد تعارض شدم و بعد از تعارض وارد خصومت شدم و بعد از خصومت وارد جنگ شدم با شما، هر چه از این مرحله به مرحله بعدی و از مرحله بعدتر به مرحله بعدتر میرم، امکان رعایت موازین اخلاقی در ارتباط با شما برام مشکل تر میشه. توجه میکنید؟ یعنی من الان با شما اگر هیچ گونه رقابتی نداشته باشم، به فرض، به آسانی میتونم تمام احکام و قواعد اخلاقی رو در ارتباط با شما رعایت کنم. اما به محض اینکه احساس رقابتی با شما کردم و این رقابت شدیدتر اگه شد و شد تعارض و این تعارض اگه شدیدتر شد و شد خصومت و عداوت و این خصومت و عداوت اگه شدیدتر شد و شد جنگ، در اون صورت من دیگه هرچه اینا شدیدتر میشن امکان اخلاقی زیستن من لااقل در ارتباط با شخص شما کم میشه. اینه که گفته میشود که اگر در یه جامعه صلح برقرار نبود، چه صلح شهروندان به اون سه معنای اولش، چه دو معنای چهارم و پنجم، اگر برقرار نبود در اون جامعه سایر آرمان‌ها امکان تحقق ندارن. مثال خیلی ساده بر شما بزنم. چرا اگر من و شما در یک جناح سیاسی باشیم بهتر میتونیم با هم اخلاقی زندگی کنیم تا وقتی که من تو این جناح سیاسی ام شما تو اون جناح سیاسی؟ یعنی چرا شما با هم جناحی های سیاسیتون اخلاقی تر زندگی میکنید تا با اونایی که با شما هم جناح نیستن؟ به خاطر اینکه با هم جناح سیاسیتون احساس رقابت ندارید، بنابراین رعایت کردن احکام و موازین اخلاقی در ارتباط با او براتون آسان تره. اما به محض اینکه شما با من در دو جناح سیاسی مثلا قرار گرفتیم، به محض اینکه پای رقابت برمیون اومد، دیگه من نمیتونم قواعد اخلاقی رو چون که باید شاید رعایت بکنم. اینه که میبینید ما هرچه به طرف رقابت و تعارض پیش میریم و بعد اگه بیشتر از این رفتیم به طرف خصومت و عداوت و اگه بیشتر رفتیم به طرف جنگ، امکان هرچه کمتر و کمتر و کمتر میشه. محصل سخنی که گفتم این بود که این که گفته میشه و صلح اهمیت داره، اهمیتش به جهت اینه که ما آرمان‌های اجتماعی دیگری هم داریم، ولی هیچ کدوم از اون آرمان‌های اجتماعی محقق نشد، نخواهد شد در غیاب صلح. پس صلح علاوه بر اینکه خودش اهمیت داره به عنوان یک آرمان، چون مقدمه فراهم آمدن آرمان‌های دیگر اجتماعی هم هست، به این لحاظ اینکه مقدمه هست برای آرمان‌های اجتماعی دیگه اهمیت پیدا می‌کنه. خب از اینجا میتونم این نتیجه رو بگیرم که صلح هم یک مطلوب ذاتیه، هم یک مطلوب غیریه. هم مطلوب است به خاطر خودش، هم مطلوب است به خاطر غیر خودش. هم مطلوب است چون اساساً در صلح زیستن، چه صلح درونی، چه صلح بیرونی، چه صلح فردی، چه صلح اجتماعی و چه صلح بین الجوامع، خودش ارزشمنده. و هم مطلوبه به خاطر اینکه ما از طریق این به چیزهای دیگری هم دسترس پیدا میکنیم که جز از طریق این به اون چیزها دسترسی امکان پذیر نیست و اون چیزها عبارتند از مثلا چیزی مثل رفاه، مثل عدالت، مثل آزادی، مثل برابری، مثل برادری. این اهمیته. اما یک نکته در اینجا باقی میمونه. وقتی ما گفتیم که صلح شش نوع داره و وقتی گفتیم که به هر جهتی، حالا یا به جهتی که من گفتم یا به جهات دیگری، صلح اهمیت داره، اون وقت سوال دیگری پیش میاد و اون سوال دیگه اینه که خب حالا که چیستی صلح این شد و چرایی صلح هم اون شد، چگونگی صلح چیه؟ چگونه میشود به صلح دسترس پیدا کرد؟ ما میدونیم که صلح چیه و میدونیم که چرا صلح مفید بلکه ضروره، اما چگونه به صلح دسترس پیدا کنیم؟
چه راههایی وجود داره برای اینکه ما دسترسی پیدا بکنیم به صلح. این سوال بسته به اون شش قسم صلحی که محل بحث، جواب واحد نداره. ما به صلح درون از راهی میرسیم، به صلح جوامع از راه دیگری میرسیم و به عرض کنم که صلح بین الجوامع و بین حکومت ها از راه دیگری میرسیم. ولی بعضی از متفکران سعی کردند که راه‌های رسیدن به صلح رو هم تبویب کنن، تنظیم کنن و بگن که چه راه‌هایی وجود داره برای اینکه ما به صلح برسیم. من به بعضی از این راه‌ها اون مقدار که وقتم اجازه میده اشاره میکنم. مهمترین عاملی که کمک میکنه به اینکه ما به صلح برسیم این است که سایر انسان‌ها را انسان بدانیم، نه کمتر نه بیشتر. اگر من هر کدام از انسان‌هایی رو که باشون زندگی می‌کنم، چه از خویشاوندانم باشند، چه از همکارانم باشند، چه از دوستانم باشند و چه کسی که با او ارتباط عاشقانه دارم و چه کسانی که محض تصادف و اتفاق تو زندگی بهشون برخورد می‌کنم، چون ما با این پنج قسم ارتباط داریم تو زندگی اجتماعیمون، یکی کسانی که باشون خویشاوندیم، پدر، مادر، فرزند، خواهر، برادر و هرچه دورتر خویشاوندان، یکی همکاران ما، یکی دوستان ما، یکی کسی که با او وارد ارتباط عاطفی عاشقانه شده ایم و یکی کسانی که دست بر قضا به تعبیری علت تصادف باشون سر و کار پیدا میکنیم، مثل وقتی که من تو اتوبوس با غریبه‌ای کنار هم قرار میگیریم یا در هواپیما دو ساعتی با کسی هم نشین میشم. در همه این ارتباطات اگر من بتونم طرف مقابل رو انسان تلقی کنم، نه بیشتر نه کمتر. مگه ما بیشتر از این یا کمتر از این تلقی میکنیم؟ بله. ببینید، من وقتی که به شما نگاه میکنم شما رو فقط انسان نمیبینم، میبینم من مردم و شما زنید. پس عضویت شما را در گروه زنان هم میبینم، با اینکه خودم عضویت در گروه مثلا مردان دارم. میبینم شما سفید پوستید و خودم سیاه پوستم، پس عضویت شما را هم در جامعه سفید پوستان میبینم، عضویت خودم را در جامعه سیاه پوستان میبینم. میبینم شما مسیحیید، من مسلمانم. میبینم شما شیعه اید، من سنیم. میبینم شما طرفدار این جناح سیاسی اید، من طرفدار اون جناح سیاسیم. میبینم شما طرفدار این تیم فوتبالید، من طرفدار اون تیم فوتبالم. میبینم شما از فلان کشور آمده اید، من از بهمان کشور آمدم. میبینم شما استاد دانشگاهید، من دانشجوام. میبینم شما کارفرمایید، من کارگرم. یعنی به جای اینکه انسانیت شما رو ببینم، عضویت شما رو در گروه ها میبینم. به محض اینکه من عضویت خودم در گروه ها رو دیدم و عضویت شما رو در گروه ها دیدم، دیگه نمیتونم با شما در صلح کامل باشم. اگر من میتونستم به شما چنان نگاه بکنم که مطلقا عضویت رو در هیچ گروه بندی اجتماعی نبینم، یعنی ببینم طرف مقابل من یک انسانه، من بالغم او کودکه ولی هر دو انسانی، من مردم او زنه ولی هر دو انسانی، من مسیحیم او یهودیه ولی هر دو انسانی، من از فلان کشور آمدم او از بهمان کشور ولی هر دو انسانی، من ثروتمندم او فقیر ولی هر دو انسانی. هر چه ما عضویت در گروه بندی های اجتماعی در نظرمون بزرگتر میشه، اون وقت دیگه به اندیشه صلح نمیتونیم وفادار بمونیم. چرا؟ چون به محض اینکه من در جرگه مردان قرار گرفتم و تو در جرگه زنان قرار گرفتی، امکان تضاد منافع میان جامعه مردان و جامعه زنان تو ذهن من این امکانش پدید میاد و تا امکانش پدید اومد دیگه من اون اتحاد قبلی رو با تو نمیتونم داشته باشم.
بنابراین مهمترین نکته‌ای که ما باید در صلح بهش توجه بکنیم، مخصوصاً وقتی که پای صلح‌های اجتماعی پیش میاد، اینه که با خودمون بورزیم، تمرین کنیم که هر انسانی رو فقط از آن رو که انسان است بهش نگاه بکنیم، وگرنه به محض اینکه به او یک عنوان خاصی دادیم، اون عنوان خاص او را وارد یک گروه بندی میکنه و اگر اون گروه بندی با گروه بندی که من بهش تعلق دارم تفاوت داشته باشه، من دیگه با او نمیتونم در صلح کامل باشم. چرا؟ چون به محض اینکه گروه بندی عوض شد و من عضو گروه A بودم و تو عضو گروه B، امکان تضاد منافع بین گروه A و گروه B پدید میاد. امکانی که پدید آمد، امکان اینکه من دیگه بتونم با شما در صلح کامل کامل زندگی بکنم کم میشه. این خیلی مهمه. ولی ما متاسفانه به ندرت میشه با انسانی از آن رو که فقط انسانه، نه کمتر از انسان، نه بیشتر از انسان، فقط انسانه باش مواجه بشیم. اگر روز شما تونستید این کار رو بکنید، مثال خیلی ساده بر شما بزنم، خیلی مثال ساده، البته یکم به نظر شاید بی‌ربط بیاد. میدونید چرا اگر یک گروه مورچه در اینجا باشن ما نسبت به همشون یک حال داریم؟ چون واقعا بینشون تفاوتی نمیبینیم. اگه 50 تا مورچه اینجا بر سر یه شکلاتی اجتماع کرده باشن، چون وقتی نگاه میکنیم هیچ تفاوتی بینشون نمیبینیم. حالا اگه حال مثبت بهشون داریم، به همه به یکسان داریم، اگه حال منفی هم داریم به یکسان، اگه بی‌اعتنایی من به یکسان. اگر چشمهای ما تیزتر بود و تفاوتهایی بین مورچه ها میدیدیم و میدیدیم این مورچه ها در این حال که همشون بر سر یک شکلاتن، ولی گروه بندی هایی هم بین خودشون دارن، دیگه ممکن بود نتونیم به یک چشم به همشون نگاه بکنیم. این مخصوصاً وقتی صادقه که پای خود منم در میانه، در مورچه ها تقسیم بندی هاشون دیگه پای منو در میون نمی کشید، ولی بازم ممکن بود من نتونم به همشون به یک چشم نگاه کنم. وقتی که پای خودم هم در میون باشه، دیگه به طریق اولا اینه. این مهمترین عامله. اما اگر فرصت دیگری پیش آمد، در باب اینکه حالا که چیستی صلح گفته شد و چرایی صلح گفته شد، در باب چگونگی صلح، یعنی چگونگی نیل به این آرمان بزرگ، هم غیر از این نکته‌ای که الان گفتم نکات دیگری خواهم گفت. ولی اون چیزی که به نظرم از همه اینها مهمتره و میخوام در این آخر بهش تاکید بکنم، دو نکته است. یکی این که واقعا صمیمانه و صادقانه میگم، تا من با خودم در درون در آشتی نباشم، نمیتونم با دیگران در آشتی باشم. و بنابراین اون صلح اولی که میگفتم، یعنی اینکه افکار یا عواطف مخل به آرامش در من نباشه، با خودم هم در آشتی باشم، این مادر همه صلح های بعدیه. این یک نکته. نکته دومم این که در مناسبات اجتماعی بورزیم با خودمون، تمرین کنیم با خودمون که به مخاطبمون فقط به چشم یک انسان نگاه بکنیم. هیچ قید و شرطی دیگه به انسانیتش نزنیم، انسانیتش رو مقید و مشروط به هیچ قید و شرط دیگری نکنیم. اون وقت میتونیم با او، چون در انسانیت مساویم، میتونیم در بقیه امور هم احساس برابری و تساوی بکنیم. بهترین آرزوها رو برای همه مخاطبان و مخصوصاً برای گردانندگان مؤسسه فرهنگی هنری رسم کودکی دارم. خدا نگهدارت.